کنه. منم سعی میکنم بگیرمش. آهان! حالا! رون شیرجه رفت و هرمیون بالا آمد. اما کلید از چنگ هر دو گریخت. هری مثل برق به دنبالش رفت. کلید به سمت دیوار رفت و هری به جلو خم شد و با صدای بلندی آن را روی دیوار گیر انداخت. صدای تشویق رون و هرمیون در تالار منعکس شد. همه فرود آمدند. هری که به زحمت کلید را در دستش نگه داشته بود به سمت در دوید. آن را در سوراخ کلید کرد و چرخاند. موفق شده بود. همین که قفل در صدایی کرد و باز شد، کلید که کج و معوجتر از قبل شده بود پرواز کرد و رفت. هری که دستش به دستگیره در بود از آن دو پرسید: حاضرین؟ آن دو با حرکت سر جواب مثبت دادند و هری در را باز کرد. خانش کتاب هری پاتر و سنگ جادو، فصل 16، قسمت 3. تالار بعدی چنان تاریک بود که نمی توانستند جایی را ببینند. اما همین که به داخل آن قدم گذاشتند، همه جا غرق در نور شد و آنها با صحنه شگفت‌انگیزی روبرو شدند. یک صفحه شطرنج عظیم در برابرشان بود و آنها پشت مهره‌های سیاه ایستاده بودند. همه مهره‌ها بلندتر از آنها بودند و به نظر می رسید آنها را از سنگ سیاه تراشیدند. روبرویشان در آن سوی تالار مهره های سفید به چشم می خورد. هری، رون و هرمیون قدری لرزیدند. مهره های سفید رنگ صورت نداشتند. هری آهسته گفت: حالا باید چی کار کنیم؟ رون گفت: معلومه دیگه، باید دست بازی کنیم. پشت مهره های سفید در دیگری به چشم می خورد. هرمیون با نگرانی گفت: ولی چطوری؟ رون گفت: مثل اینکه باید جای مهره ها رو بگیریم. رون به مهره اسب سیاهی که شوالیه‌ای سوار آن بود نزدیک شد. همین که دستش رو جلو برد که اسب رو نوازش کند، اسب سنگی جاندار شد و سومش را به زمین کشید. شوالیه نیز سرش را پایین آورد و از زیر نقاب کلاه خودش به رون نگاه کرد. رون پرسید: اگه بخوایم اینجا رد شیم، باید به شما بپیوندیم؟ شوالیه سرش را به نشانه تأیید تکان داد. رون برگشت و گفت: مثل اینکه باید جای 3 از مهرهای سیاهو بگیریم. این کار احتیاج به فکر داره. رون به فکر فرو رفت و هری و هرمیون ساکت ایستادند و او را نگاه کردند. سرانجام رون گفت: حالا بهتون بر نخورا، ولی شطرنج هیچ کدومتون خوب نیست. هری بلافاصله گفت: نه بابا، به اون بر نمیخوره، فقط به اون بگو که چیکار باید کنیم. باشه، هری تو جای اون فیله وایستا، هرمیون تو هم برو پهلوی هری جای اون روخه وایستا. خودت چی؟ منم جای اسب بازی میکنم. به نظر میرسید که مهره ها حرفای آنها را شنیدند، زیرا بلا فاصله یک فیل، یک اسب و یک رخ سیاه به مهره های سفید پشت کردند و صفحه شطرنج خارج شدند. هری، رون و هرمیون 3 خانه شطرنج را اشغال کردند. رون که به مقابلشان خیره شده بود گفت: توی بازی شطرنج همیشه اول سفید بازی میکنه. آره، نگاه کنید. یه سرباز سفید 2 خانه جلو آمد. رون شروع به هدایت مهره های سیاه کرد. مهره ها بی سر و صدا از او اطاعت می کردن. زانوهای هری می لرزید. اگر می باختن چه؟ هری، برو به 4 خونه اوری به سمت راستت. وقتی یکی از اسبهایشان را از دست دادند، یکی خوردند. وزیر سفید اسب را روی زمین انداخت و صفحه شطرنج بیرون کشید و بعد اسب را که صورتش روی زمین بود به حال خود رها کرد. رون که خیلی جا خورده بود گفت: نباید میذاشیم این اتفاق بیفته. حالا راه تو باز شد که اون مهره فیل رو بزنی. زود باش هرمیون، بزنش. هر بار که یکی از مهره های آنها از دست می رفت، مهره های سفید
هیچ رحم و شفقتی از خود نشان نمی دادن. خیلی زود انبوهی از مهره های سیاه لنگان لنگان جلو رفتند و کنار دیوار جمع شدند. رون دو بار به موقع هری و هرمیون را از خطر نجات داد. خودش به سرعت روی صفحه شطرنج حرکت می کرد و می کوشید مهره های سیاه را بزند. زیر لب گفت: تقریبا تموم شد. بذاریم فکر کنم. وزیر سفید چهره بیروحش را به سوی رون برگرداند. رون به آرامی گفت: آره، این تنها راهیه که داریم. اونا باید منو بزنن که از بازی بیرون برم. هری و هرمیون فریاد زدن: نه! رون با تشر به آنها گفت: شطرنج همینه دیگه. باید بعضی از مهره‌ها رو فدای مهره‌های دیگه کرد. من میرم جلو و وزیرشون منو میزنه. اون وقت این فرصت برای هری پیش میاد که شاهشون رو مات کنه. اما آخه میخوای جلو اسنیپ رو بگیری یا نه؟ رون، اگه عجله نکنین ممکنه سنگر رو برداره. چاره دیگری نداشتن. رون با چهره رنگ پریده اما مصمم گفت: حاضرین، من رفتم. وقتی برنده شدین وقت رو تلف نکنین. رون جلو رفت و وزیر سفید او را زد. با دست سنگیش محکم بر سر رون ضربه زد و او را نقش زمین کرد. هرمیون جیغ کشید ولی از جایش تکان نخورد. وزیر سفید رون را به گوشه ای کشاند. به نظر می رسید رون بیهوش شده است. هری که می لرزید سه خانه به سمت چپ رفت. شاه سفید تاجش را از سر برداشت و جلوی پای هری انداخت. آنها برنده شده بودند. مهره‌ها تعظیم کنان راه در دیگر را برایشان باز کردند. آنها برای آخرین بار با ناامیدی نگاهی به رون انداختند و به سوی در و راهروی بعدی رفتند. هرمیون گفت: اگه اون هری که گویی می‌خواست خودش را نیز متقاعد کند، گفت: او خوب میشه. حالا مرحله بعدی چی میتونه باشه؟ از تله شیطان که کار پروفسور اسپراوات بود رد شدیم. کلیدای سهرامیز هم احتمالاً تلسم پروفسور فلیدویک بود. پروفسور مگونگال هم احتمالاً مهرهای شطرنج رو جادو کرده. حالا میمونه تلسم کویرل و اسنیپ. آنها به در دیگری رسیده بودند. هری آهسته گفت: خب حاضری؟ بریم. هری در را باز کرد. بوی متعفنی به مشامشان خورد. هر دو بلا فاصله گوشه ردایشان را بالا آوردند و جلوی بینیشان گرفتند. در چشمهایشان اشک جمع شده بود. در مقابلشان یک غول قارنشین بسیار بزرگتر از غولی که از پا در آورده بودند روی زمین بیهوش افتاده بود و برآمدگی خونالودی روی سرش نمایان بود. وقتی با احتیاط از روی یکی از پاهای عظیم غول رد می شدند، هری گفت: چه خوب شد که مجبور نیستیم با این غول بجنگیم. عجله کن، نفسم داره بند میاد. آنها در بعدی را با فشاری باز کردند. هیچ یک جرأت نداشتند به درون تالار بعدی نگاه کنند. اما در آنجا هیچ چیز وحشتناکی وجود نداشت. تنها چیزی که در مقابلشان دیدند میزی بود که روی آن هفت بطری با شکل‌های متفاوت چیده شده بود. هری گفت: این تلسم اسنیپه. حالا باید چیکار کنیم؟ از آستانه در عبور کردند. بلافاصله آتشی جلوی در ورودی در پشت سرشان زبانه کشید. شعله‌های آتش بنفش رنگ و غیرعادی بودند. بلا فاصله آتشی با شعله های سیاه جلوی دری که در مقابلشان بود پدیدار شد. به دام افتاده بودند. هرمیون کاغذی را که کنار بطری ها لوله شده بود برداشت و گفت: اینو ببین. هری شروع به خواندن آن کرد: پشت سرت آرامش، در پیش رویت خطر. این را به تو بگویم که از ما بکن حذر. از بین این هفت بطری بعدن نگی نگفتی. توی دوتامون آبه،
یعنی راست شرابه. سه تای دیگه سم هستیم. هرچی بگم کم هستیم. با یکیمون میری جلو، با اون یکی عقب برو. اما بدون که سمها هیچ وقت نیستن تنها. تو ردیف پنهونن. بدجنس و بی ایمونن. سمت چپ شرابها همیشه هستن تنها. بطری های هر دو سر ندارن از هم خبر. در راه تو که پیشه وجودشون چون نیشه. از سمت چپ دومی، از سمت راست دومی. ظاهرن هستن دوتا، ولی نه از هم جدا. هرمیون آهی کشید و هری از دیدن لبخندی که بر لب داشت متعجب شد. امکان نداشت هری در آن لحظه بتواند لبخند بزند. هرمیون گفت: عالی شد، این جادو نیست، منطقه، یه معماست. خیلی از جادوگرای بزرگ هم یه ذره منطق و قدرت استدلال ندارن و برای همیشه اینجا گیر میکنن. درست مثل ما نه؟ معلومه که نه، هرچی که باید بدونیم روی این کاغذه. 7 بطری، 3 تا سمی، 2 تاشون هم شراب. یکی از اونا ما رو به سلامت از این آتیش سیاه رد میکنه، یکی دیگر هم ما رو از آتیش بنفش رد میکنه و عقب میبره. ولی از کجا بفهمیم که کدومو باید بخوریم؟ یه لحظه صبر کن. هرمیون کاغذ را چندین بار خواند و شروع کرد به قدم زدن جلوی بطری ها. با خودش چیزی زمزمه میکرد و به بطری ها اشاره میکرد. دست آخر دستهایش را به هم زد و گفت: فهمیدم، کوچکترین بطری ما را از آتیش سیاه رد میکنه و به طرف اون سنگه میبره. هری نگاهی به شیشه های کوچک انداخت و گفت: این که یه قلوب هم نمیشه، فقط برای یکیمون کافیه. آن دو به هم نگاه کردند و هری پرسید: کدوم یکی ما رو از آتش بنفش رد میکنه؟ هرمیون به یک بطری گرد که در انتهای سمت راست ردیف بطری ها بود اشاره کرد و هری ادامه داد: تو اونو بخور، ولی اول گوش کن ببین چی میگم. برگرد برو سراغ رون، با هم سوار جاروهایی بشین که تو اتاق کلیدای پرنده بود و با اونا از دریچه و از جلوی پشمالو رد بشین. بعد خودتون رو برسونین به جغدونی و با هدوی که یک یادداشت برای دامبلور بفرستین. ما به کمکش احتیاج داریم. ممکنه بتونیم اسنیپ رو مدتی سرگرم کنیم و از سنگ دور نگهش داریم، ولی در واقع من حریفش نمیشم. ولی هری اگه طرف همراهش باشه چی؟ هری به زخمش اشاره کرد و گفت: من یه بار شانس آوردم و جون سالم به در بردم. شاید این دفعه هم شانس بیارم. لبهای هرمیون لرزید. به سمت هری رفت و او را در آغوش گرفت. هرمیون، هری، خودت هم خوب میدونی که جادوگر بزرگی هستی. هری که خجالت کشیده بود گفت: به پای تو نمیرسم. هرمیون که گونه هایش گل انداخته بود گفت: من؟ اون چیزایی که آدم با تفکر یا از تو کتاب ها یاد میگیره که زیاد مهم نیستن. چیزایی خیلی مهمتر از اینا هست، مثل وفاداری و شجاعت. وای هری، خیلی مواظب خودت باش. هری گفت: اول تو بخور. حالا میدونی کدوم به کدومه؟ البته. آنگاه هرمیون یک جرعه بزرگ از بطری گرد نوشید و بدنش لرزید. هری با نگرانی گفت: سم که نبود. نه، ولی مثل یخه. حالا قبل از اینکه اثرش از بین بره زودتر برو. موفق باشی، مواظب خودت باش. برو. هری نفس عمیقی کشید و کوچکترین بطری را برداشت. در مقابل شعله های سیاه ایستاد و گفت: من اومدم. آنگاه بطری کوچک را لاجرعه سر کشید. احساس میکرد تمام بدنش یخ بسته است. بطری را زمین گذاشت و جلو رفت. شعله های سیاه را میدید که بدنش را احاطه کرده بود. اما حرارت آنها را احساس نمیکرد. در یک لحظه جز شعله های آتش و سیاهی هیچ چیز دیگری ندید و بعد در آن سوی آتش و در آخرین تالار بود. یک نفر پیش از او آنجا رسیده بود، ولی اسنیپ نبود. حتی ولدموت هم نبود.
خانش کتاب هری پاتر و سنگ جادو، فصل 17، مرد دو چهره. او کویرل بود. هری که از ترس نفسش بند آمده بود گفت: تو؟ کویرل لبخند زد. صورتش به هیچ وجه عصبی و مضطرب نبود. آهسته گفت: بله من، پاتر. میدونستم که اینجا میبینمت. ولی من فکر میکردم اسنیپ. کویرل قهقهه‌ای زد که به هیچ وجه به صدای لرزان و پرهراس همیشگیش شباهتی نداشت و بعد گفت: اسنیپ؟ آره، بهش میاد که از این کارا کنه. حضور اون که مثل یک خفاش بزرگ دائم از این ور به اون ور میرفت خیلی به نفع من تموم شد. تا اسنیپ بود هی به پروفسور کویرل بیچاره شک میکرد. هری نمیتوانست باور کند. نه، این واقعیت نداشت. هری گفت: پس چرا اسنیپ میخواست من رو بکشه؟ نه نه نه، این من بودم که میخواستم تو رو بکشم. دوشیزه گرنجر، دوستت، تو اون مسابقه کویدیچ اونقدر برای آتیش زدن اسنیپ عجله داشت که من تنه زد و منو به زمین انداخت و باعث شد دیگه نتونم مستقیم بهت نگاه کنم. اگه فقط چند ثانیه دیرتر اومده بود تو رو از روی جارو انداخته بودم پایین. تازه قبلش اسنیپ ورد ضد طلسم و زیر لب میخوند، وگرنه موفق میشدم. اون جونتو نجات داد. چی؟ اسنیپ جون منو نجات داد؟ کویرل با خونسردی گفت: پس فکر کردی برای چی اصرار داشت داور مسابقه بعدی باشه؟ میخواست مطمئن باشه که من دیگه این کارو نمی کنم. واقعا مسخره است. هیچ لازم نبود خودشو به زحمت بندازه. چون با حضور دامبلدور بین تماشاچی ها دیگه من نمیتونستم کاری کنم. همه استادای دیگه فکر میکردن اسنیپ میخواد مانع بردن گریفندور بشه. اون واقعا پیش همه وشای خودشو خراب کرد. و چه کار بیهوده‌ای کرد؟ چون بعد از این همه دردسر من امشب میخوام تو رو بکشم. کویرل پشکنی زد و بلافاصله تنابی در هوا ظاهر شد. آن را محکم به دور هری پیچید و گفت: پاتر، تو زیادی فضولی، برای همینم باید بمیری. شب هالووین اونقدر توی مدرسه از این ور به اون ور پرسه زدی تا بالاخره وقتی داشتم میرفتم ببینم چی از اون سنگ مراقبت میکنه منو دیدی. تو اون قوله رو آورده بودی تو قله؟ معلومه، سر و کله زدم با قولا که برای من کاری نداره. دیدی چه بلایی سر اون قوله آوردم که توی تالار پشتی بود؟ متاسفانه اسنیپ به من شک کرده بود. موقعی که همه دنبال قوله میگشتن یک راست اومد طبقه سوم که جلوی منو بگیره. نه قول من تونست تو رو بکشه، نه اون سگ سه سر تونست پای اسنیپو بکنه. حالا همونجا آروم بیست، چون من باید این آینه جالب رو امتحان کنم. تازه در آن لحظه هری متوجه شد که چه چیزی پشت کویرل است. آینه نفاق انگیز. کویرل که دور آینه میچرخید به آن ضربه ای زد و گفت: این آینه کلید یافتن سنگه. طلسم دامبلدور باید همین جوری باشه. ولی اون الان لندنه و تا وقتی برگرده من خیلی از اینجا دور شدم. تنها کاری که از دست هری برمی آمد این بود که او را سرگرم نگه دارد تا نتواند روی آینه متمرکز شود. ناگهان این جمله از دهانش پرید: من اسنیپ و تو رو تو جنگل دیدم. کویرل که میخواست به پشت آینه برود و به آن نگاهی بیاندازد با بی‌اعتنایی گفت: آره، اسنیپ تا اون موقع دائم منو تعقیب میکرد. میخواست بفهمه تا چه حد پیش رفتم و چی دستگیرم شده. از همون اول به من شک کرد. مثلا میخواست منو بترسونه. ولی کور خونده بود. هرچی باشه سرورم ولدموت با من بود. کویرل دوباره جلوی آینه ایستاد و با ولع به آن نگاه کرد و گفت: من سنگو میبینم. دارم اونو به سرورم ولدموت تقدیم میکنم. ولی آخه اون کجاست؟ هری تقلا میکرد اما تناب از دور بدنش باز نمیشد.
هری باید مانع کویرل می شد و نمی گذاشت ذهنش را روی آینه متمرکز کند. هری گفت اسنیپ خیلی از من بدش میاد. کویرل با بی‌اعتنایی گفت آره بدش میاد. تو نمی دونستی که اونم با پدر تو هاگوارتس بوده؟ اونا مثل کارد و پنیر بودن، ولی اون هیچ وقت راضی به مرگ تو نیست. چند روز پیش که صدای حقیقت تو رو شنیدم فکر کردم اسنیپ داره تهدیدت میکنه. ناگهان برای اولین بار آثار ترس در چهره کویرل نمایان شد و گفت گاهی اوقات اطاعت از دستورات سرورم برام خیلی سخته، چون اون یه جادوگر بزرگ و قویه در حالی که من خیلی ضعیفم. هری که نفسش بند آمده بود گفت منظورت اینه که تو و اون توی کلاس بودین؟ کویرل به آرامی گفت اون همه جا همراه منه. وقتی به دور دنیا سفر می کردم با اون آشنا شدم. اون وقتها من یه جوون خام و احمق بودم که یک عالم ایده مسخره درباره خیر و شر داشتم. جناب ولدموت منو متوجه اشتباهم کرد و گفت که اصلا خیر و شری وجود نداره، فقط قدرت وجود داره و کسانی که از به دست آوردنش عاجزن. از اون به بعد من مریدش شدم. البته چند بار از من ناامید شد و مجبور شد با هم سختگیری کنه. ناگهان کویرل به خود لرزید و ادامه داد اون خطاهای کسی رو به این سادگی نمی بخشه. وقتی نتونستم اون سنگر رو از گرینگوتس بدزدم خیلی دلخور شد، منو تنبیه کرد و تصمیم گرفت که از نزدیک به کارم نظارت کنه. صدای کویرل در گوش هری ضعیف و ضعیف‌تر شد. به یاد روزی افتاد که به کوچه دیاگون رفته بود. چقدر احمق بود. او همان روز کویرل را در مهمانخانه پاتیل درزدار دیده بود و حتی به او دست داده بود. کویرل آهسته زیر لب می‌قرید و می‌گفت سر در نمیارم. نکنه سنگه تو آینه است. نکنه باید بشکنمش. فکر هری هزار راه می‌رفت. با خود فکر کرد که در آن لحظه تنها آرزویش این است که زودتر از کویرل بتواند سنگ را پیدا کند. بنابراین اگر در آینه نگاه می‌کرد خود را در حال پیدا کردن سنگ می‌دید و بدین ترتیب از جای آن با خبر می شد. اما چطور می توانست بدون آنکه کویرل بفهمد او چه می کند با آینه نزدیک شود؟ سعی کرد بدون جلب کردن توجه کویرل به سمت چپ بچرخد تا جلوی آینه قرار گیرد. اما تناب دور پایش چنان محکم بود که پایش گیر کرد و محکم روی زمین افتاد. کویرل به او توجهی نکرد. او همچنان با خودش حرف میزد و میگفت آخه این آینه چطوری کار میکنه؟ سرورم کمکم کن. آنگاه در برابر چشمهای وحشت زده هری صدایی که به نظر میرسید خود کویرل است جواب داد از پسره استفاده کن. کویرل به طرف هری برگشت و گفت آره درسته. پاتر بیا اینجا. کویرل دست زد و بلافاصله تناب از دور بدن هری افتاد. هری آهسته از جایش برخاست. کویرل دوباره تکرار کرد. بیا اینجا. بیا با آینه نگاه کن و به من بگو چی میبینی. هری که سخت در فکر بود جلو رفت. با خود میاندیشید. باید بهش دروغ بگم؟ باید تو آینه نگاه کنم و بعد بهش دروغ بگم؟ فقط همین؟ کویرل از پشت سر به او نزدیک شد. از دستارش بوی عجیبی به مشام کویرل رسید. هری چشمهایش را بست و جلوی آینه ایستاد. سپس دوباره چشمش را باز کرد. ابتدا تصویر رنگ پریده و وحشت زده خودش را دید. ولی لحظه بعد تصویرش در آینه به او لبخند زد. دستش را در جیبش برد و سنگ قرمز رنگی را نشان داد. بعد چشمکی زد و دوباره آن را در جیب گذاشت. درست در همان لحظه هری احساس کرد جسم سنگینی داخل جیبش افتاد. هری به طریقی باور نکردنی سنگ را به دست آورده بود. کویرل با بی‌صبری گفت خب چی می‌بینی؟
هری که شهامتش رو به دست آورده بود شروع کرد به دروغ بافتن و گفت خودم رو میبینم که دارم با دامبلدور دست میدم. من باعث شدم جام قهرمانی گروه ها نصیب گریفندور بشه. کویرل لعن و نفرین کرد و گفت از سر راه برو کنار ببینم. هنگامی که هری از جلوی او کنار میرفت سنگینی سنگ کیمیا را روی ران پایش احساس میکرد. آیا جرأت فرار کردن را داشت؟ هنوز هری 5 قدم دور نشده بود که صدای زیر بلندی فریاد زد دروغ میگه! دروغ میگه! اما لبهای کویرل تکان نخورده بود و تازه پس از شنیدن این کلمات گفت پاتر برگرد اینجا! راستشو بگو! تو آینه چی دیدی؟ همان صدای ریز و بلند گفت بذار خودم باهاش حرف بزنم رو در رو. ولی سرورم شما به اندازه کافی قوی نیستین. گویی تله شیطان هری را به زمین دوخته بود. عضلاتش کار نمی کردند. هری مثل یک مجسمه سنگی به کویرل خیره شده بود که دستهایش را بالا برد و دستار را از سرش باز کرد. چه اتفاقی در شرف وقوع بود؟ دستار را به گوشه ای انداخت. سرش بدون آن دستار به طرز عجیبی کوچک بود. کویرل همانجا که ایستاده بود دور خود چرخید و پشتش را به هری کرد. هری میخواست فریاد بزند اما صدایش در نمی آمد. درست در پشت سر کویرل وحشتناکترین چهرهی که هری در عمرش دیده بود به او نگاه میکرد. صورتش به سفیدی گچ و چشمهایش قرمز رنگ بود. به جای سوراخ بینی 2 شکاف اوریب روی صورتش بود. درست مانند یک مار. با صدای آهسته گفت هری پاتر. هری میخواست 1 قدم عقب برود. اما قادر به حرکت دادن پایش نبود. آن چهره میگفت میبینم چی به سرم و میبینی چی به سرم اومده؟ تنها چیزی که ازم مونده سایه و بخاره. فقط موقعی میتونم شکل و صورت داشته باشم که تو بدن شخص دیگه شریک باشم. ولی همیشه کسایی هستن که دوست دارن من به قلب و روحشون نفوذ کنم. این چند وقته خون تکشاخ به هم نیرو داده. تو کویرل وفادار رو تو جنگل دیدی که داشت به خاطر من خون میخورد. ولی همین که دستم به اکسیر حیات برسه میتونم برای خودم یه جسم بسازم. خب چرا اون سنگی رو که تو جیبته نمیدی به من؟ پس او میدانست. ناگهان هری نیرویش را باز یافت و توانست عقب عقب برود. آن چهره با عصبانیت گفت احمق نشو. بهتر به من ملحق بشی و جون خودتو نجات بدی. وگرنه به سرنوشت پدر و مادرت دوچار میشی. اونا در حال التماس و لابه مردن. ناگهان هری فریاد زد دروغو. کویرل عقب عقب به سمت هری می رفت تا ولدموت بتواند هری را ببیند. چهره پلید و شیطانی به هری لبخندی زد و گفت چه رقت انگیزه. من همیشه برای شجاعت ارزش قائل بودم. آره بچه جون، پدر و مادرت شجاع بودن. من اول پدرتو کشتم و اون دلیرانه با من جنگید. ولی مادرت نباید می برد. اما سعی کرد از تو محافظت کنه. خب دیگه اگه نمیخوای ارزش کار اونو از بین ببری اون سنگو بده به من. محاله. هری به سرعت به سمت در رفت. اما ولدموت بلافاصله فریاد زد بگیرش. لحظه ای بعد هری دست کویرل را بر مچش احساس کرد. بلافاصله زخم پیشانیش به سوزش وحشتناکی افتاد. هری احساس میکرد سرش هر لحظه به دو نیم میشود. فریادی زد و با تمام نیرویش سعی کرد دستش را آزاد کند. اما در کمال تعجب کویرل او را رها کرد. سوزش سرش کاهش یافت. سراسیمه و اطراف نگاه کرد و چشمش به کویرل افتاد. از درد خم شده بود و به انگشت‌هایش نگاه میکرد. که جلوی چشمش تاول‌هایی به رویش پدیدار می‌شد. ولدمورت فریاد زد جلوشو بگیر بگیرش.
کویرل جستی زد و هری را نقش زمین کرد. سپس روی سینه‌اش نشست و دستهایش را دور گردن او حلقه کرد. زخم هری چنان تیر می‌کشید که نمی‌توانست چیزی ببیند. با این حال هنوز صدای کویرل را می‌شنید که از درد زوزه می‌کشید و می‌گفت: سرورم، نمی‌تونم نگهش دارم. دستام. کویرل که هنوز روی شکم هری نشسته بود، گردن او را رها کرد و با چشم‌های حیرت زده به کف دست‌هایش نگریست. چشم هری به دست‌های قرمز و ملتهب و براق کویرل افتاد که به نظر می‌رسید سوخته و پوستشان رفته است. ولوموت جیغ کشید و گفت: احمق، بکشش دیگه، کارو تموم کن. کویرل دستش را بالا آورد که از یک نفرین کشنده و ملحک استفاده کند، ولی هری ناخواسته دستش را بالا آورد و به صورت او چنگ زد. آی! کویرل غلطی زد و از روی او کنار رفت. وقتی صورت او نیز تاول زد، هری فهمید که کویرل نمیتواند پوست تن هری را لمس کند، زیرا درد شدیدی مانع او می شود. تنها کاری که می توانست بکند این بود که با نگه داشتن دستش روی بدن کویرل نگذارد نفرینش را عملی کند. هری جستی زد و از جایش بلند شد. دست کویرل را گرفت و محکم فشار داد. کویرل از درد فریاد زد و سعی کرد او را از خود جدا کند. درد پیشانی هری دوباره شدت می گرفت. نمی توانست درست جایی را ببیند. صدای فریاد کویرل را می شنید و نعره ولوموت را که می گفت: بکشش. صداهای دیگری را که شاید به نظرش می آمد نیز می شنید که فریاد می زدن: هری. دست کویرل از دستش جدا شد و فهمید که همه چیز از دست رفته است. همه جا تاریک شده بود. تاریک و تاریکتر. خانش کتاب هری پاتر و سنگ جادو، فصل 17، قسمت 2. شیء طلایی رنگی درست بالای سرش می‌درخشید، گوی زرین. می‌خواست آن را بگیرد، اما دست‌هایش سنگین و بی‌حس بودند. هری پلک زد، اما به جای گوی زرین یک عینک دید. چه عجیب.